خب تو این فیلم در مورد ایزوتوپ های هیدروژن نکاتی رو براتون میگم خب ببینید بچه کتاب راجب به هیدروژن میگه که هیدروژن هفتا ایزوتوپ داره همونطوری که توی فیلم قبل گفتم ایزوتوپ ها توی عدد اتمی یکسانن میبینید که عدد اتمی همشون یکه از نظر جرم با هم متفاوتن که ایزوتوپ هیدروژن از نظر جرم یک دو سه چار پنج شیش هفت حالا یه سری نکته باید بدونی راجب به این جدول راجب به نیم عمر نیم عمر رو کتاب نوشته این نکته که باید بدونید اینه که هرچی نیم عمر ایزوتوپ بیشتر باشه اون ایزوتوپ ها پایدارتره نسبت به ایزوتوپ‌های دیگه با توجه به این تعریف پس ایزوتوپ هیدروژن یک از دو پایدارتر دو هم از سه بعد ایزوتوپ پنجه بعد شیشه از نظر پایداری و نیم عمر دارم میگم بعد و هیدروژن هفت از همه ناپایدارتر خواهد بود درصد فراوانی در طبیعت خب ببینید بچه این سه تا هیدروژن یک دو و سه این ایزوتوپ ها ها توی طبیعت وجود دارن ایزوتوپ طبیعی هستن که درصد فراوانی هیدروژن یک نوود و نه ممیز و هشت درصد بسیار فراوانه بعد هیدروژن دو. و هیدروژن سم به مقدار ناچیزی توی طبیعت وجود داره اما چهار تا ایزوتوپ دیگه که 4 و 5 و 6 و هفت باشه اینا ایزوتوپ های ساختگی هستن و تو طبیعت وجود ندارن پس هیدروژن دارای 7 ایزوتوپ است که سه ایزوتوپ هیدروژن یک و 2 و سه طبیعی و 4 ایزوتوپ 4 و 5 و و 7 ساختگی هستن این یه نکته نکته بعد اما در بین ایزوتوپ های طبیعی دقت کنید بچه ها میگه ایزوتوپ های طبیعی ستای اول یک و دو و سه بچه ها طبیعی هستن یه بار دیگه میخونم در بین ایزوتوپ های طبیعی دو ایزوتوپ هیدروژن یک و دو پایدار و ایزوتوپ سه ناپایدار است و خاصیت پرتوزایی دارن پس کلا ایزوتوپ های طبیعی بچه ها سه تا بود یک و دو و سه که دوتای اول پایدارن هیدروژن سه ناپایداره و خاصیت پرتوزایی داره هرچه فراوانی که ایزوتوپ بیشتر باشد پایدارتر است خب اینم یه نکته که هرچی فراوانیش بیشتر بود اون ایزوتوپ پایدارتره پس ایزوتوپ به هیدروژن که جرمش یکه از همه پایدارتره چون فراوانتره پس مقایسه پایداری ایزوتوپ های طبیعی گفتم تا اول ایزوتوپ های طبیعی بودن از نظر پایداری هیدروژن یک پایدارتر از دو دو از سه پایدارتره و اما مقایسه پایداری ایزوتوپ های ساختگی چهار تا از اون ایزوتوپ ها ساختگی بودن و تو طبیعت وجود نداشتن که مقایسه پایداری اونها به این شکله که ایدروژن پنج از شیش شیش از چهار پایدارتره و چهار هم از, از ایزوتوپ هفت پایدارتره در میان ایزوتوپ های ایدروژن ایزوتوپ های یک و دو پایدارن و خاصیت پرتوزایی ندارن اما پنج ایزوتوپه هیدروژن 3 4 5 6 7 که در آنها نسبت n به z بزرگتر یا مساوی 1.5 است ناپایدار و پرتوزا بوده و راد ایزوتوپ به شمار می‌روند خب یه خلاصه بکنم در مورد این نکته هیدروژن 7 تا ایزوتوپ داشت دو تای اول هیدروژن 1 و 2 پایدارن خاصیت پرتوزایی ندارن 5 تای دیگه که از 3 شروع میشه تا 7 3 4 پنج 6 هست این 5 ایزوتوپ ناپایدارن خاصیت پرتوزایی دارن حالا تو اینایی که ناپایدارن بچا نسبت n به z n تعداد نوترون و z همون عدد اتمیه نسبت n به z بزرگتر یا مساوی کنیمه که تو متن کتاب اومده که تو اغلب هسته که نسبت نوترون به z بزرگتر یا مساوی کنیم باشه اون هسته ناپایدار و خاصیت پرتوزایی خواهد داشت یه نکته دیگه در جدول دوره هیدروژن یک تنها اتمی است که نوترون ندارد و در آن عدد اتمی و عدد جرمی برابر است خب ببینید بچه ها؟ تنها اتمی که نوترون نداره توی جدول هیدروژنیه که جرمش یکه اختلاف عدد اتمی و عدد جرمی تعداد نوترون به میده که اینجا اختلاف اینا میشه صفر بنابراین تعداد نوترون تو هیدروژن یک صفره تنها اتمی که نوترون نداره یه مثال ببینیم یعنی یه نکته توی مثال با هم ببینیم در کدام ایزوتوپ هیدروژن شمار نوترون با شمار پروتون برابر است خب پاسخ هیدروژن دو که دارای یک پروتون و یک نوترون است این نکته رو بدونید هیدروژنی که جرمش دوه یک دونه پروتون داره اختلاف عدد اتمی و عدد جرمی هم تعداد نوترون رو به من میده اختلاف اینا میشه یک بنابراین هیدروژنی که جرمش دوه یک دونه پروتون و یک دونه هم نوترون داره یا به عبارتی تعداد پروتون و نوترونش با هم برابر هستن